باتلاق FATF. مجمع تشخیص مصلحت نظام در چهارمین دور بررسی لایحه پالرمو باز هم از تصمیم گیری درباره آن عاجز ماند و بررسی آن را به سال 98 موکول کرد. مشکل چیست؟ آیا مشکل این است که باند روحانی موافق تصویب است و باند خامنه‌ای مخالف؟ روحانی میگوید آقا به من گفت موافق تصویب است. آن طرفی ها میگویند با گوش خودشان شنیدند که خامنه‌ای گفته مخالف تصویب است و خامنه‌ای که البته هنوز زنده است سکوت کرده و نمیگوید به چه کسی چه گفته. آن طرفی ها میگویند با تصویب لوایح مربوطه ما دیگر نمیتوانیم به گروه‌هایی مثل حزب الله لبنان کمک کنیم و عملاً از یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت خودمان که منظورشان تروریسم است محروم می‌شویم. ایرنا می‌نویسد در صورت امتناع از الحاق احتمال پشت کردن نزدیکترین همپیمانان به تهران نیز دور از ذهن نیست و باز هم این طرفی‌ها می‌گویند با تصویب این لوایح نه فقط حزب شیطان و بقیه مزدوران برون مرزی بلکه حتی سپاه که بازوی اصلی سرکوب در داخل است نیز از کارایی می‌افتد. اکنون سوال این است که خامنه‌ای می‌خواهد با این تضاد مرگبار چه کند؟ واقعیت این است که موضوع بسا فراتر از جنگ باندی است. ولی فقیه برای حل بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی باید به مشکلاتی پاسخ بدهد که همان پاسخ‌ها راهگشای سرنگونی خود او و نفی پایه‌های موجودیت رژیمش است. این بن‌بستی است که در موضوعات مختلف از جمله دور باطل رفت و برگشت لوایح FATF خود را نشان می‌دهد. با توجه به عنصر زمان و وضعیت انفجاری جامعه و توان رو به اوج مقاومت و مردم، سیاست کجدار و مریض رژیم برای از سر گذراندن دور اول ریاست جمهوری ترامپ نیز جواب ندارد، چرا که به قول جهانگیری وضعیت جامعه مانند یک اتاق پر از گاز است که هر جرقه‌ای می‌تواند همه چیز را به آتش بکشد.